گپ بهتون نشون دادم که یه متغیر اینت چطوری تو حافظه دیده میشه و چطوری توی ما میبینیم، یعنی ما وقتی منطقا با این کار میکنیم خودمون چطوری باهاش کار میکنیم، وقتی تو حافظه نشون داده میشه چطوری دیده میشه. اینا با هم یه سری تفاوت داد داشتن، توضیح دادم از بالا پایین نوشته میشه برای اینکه راحت تر بشه، از این ور به این ور نوشته میشه، اما در لاجیکی که ما میبینیم از این ور به این ور، یعنی از سمت راست به چپ در ما در حالت ویویی که خودمون توضیح میدیم، اما از چپ به راست در حالت کامپیوتری نوشته میشه، یا به عبارت خواستم حالت ریاضی رو حفظ کنید، ریاضی از چپ به راست نوشته میشه، اینجا هم چپ به راست نوشته میشه. در حقیقت همین رو چرخوندم، ببینید اینی که از بالا پایین در افزایش پیدا میکنه رو چیکار کردن، اینو واسه ما چیکار کردن، چرخوندم به سمت پایین که بتونیم راحت اینو چیکار کنیم ببینیم. خب بریم با تمرین خودمون، من استوب کنم دوستان، این تو حذف کنم، بریم با تمرین خودم، من اینا رو کامنتش در میارم چون میخوام کامپ خودم باید. خب چون میخوام اینا کامپایل کنه و حافظه بشن اختصاری سیاتش میکنم، میگم سیات کن برامون چی رو نگاه کنیم، میگم آقا برام بنویس، دقت کنید ترتیبش دارم از برعکس مینویسم، هدف دارم از این، میگم آقا سیات از این برفه بشه. خب میگم آقا برام و سی رو بنویس و مقدار سی رو، بعد یه اندر کن، اندرم تفاوتش رو داره سی گپ بهتون گفتم. خب بعد بنویس بی رو، بعد مقدار بی رو بنویس، بعد سی رو برامون بذار مساوی بزنم که درکش برامون راحت بشه، سی رو چاپ کن، یه دوباره اند ال کن، و بعد بیا برامون وای رو چاپ کن، یه دونه وای رو چاپ کن، اینجا یادمون رفت، نگاه کنید سی رو بنویس، بعد وای رو چاپ کن، یه اندر کن، و یه دونم ایکس رو برامون چاپ کن، و هم زیر هم چاپ کنه، اندر کن سی رو بسی میکن. ببینید گفتم آه سی رو چاپ کن، مقدارش بی رو چاپ کن، بعد این آه آه رو چاپ کن، درسته سی بی آ، بعد گفتم وای و ایکس، دقیقاً ترتیبش رو گفتم سی بی آ وای ایکس، این هدف دارم، آ وای و چی رو چاپ کن ایکس رو. خب اینو ران کنم ببینیم مثلا برنامه کار میکنه یا نه. خب بذار ببینیم چاپ کرد نتیجه رو، بله سی رو چاپ کرد، بی رو چاپ کرد، وای رو چاپ کرد، و خب اینجا اشتباهی پیش اومده، من بذارید زمه دارم بدم، این آقا سی سی انده بی آنجا بی یادم رفته صاف کنید انده آ آ رو چاپ کن انده، وای رو چاپ کن انده. خب اینجا هم با اجازت نستم ایکس رو یادم رفته چاپ کنید. خب سیوش کنم ببینیم برامون چاپ کرد. آره سی، چرا سی منفی شده؟ خب دوستان اگر یادتون باشه گفتم اونا که اصلا بگیه مقدار میخوندیم، چون اولش با آ شروع شده و حرف اولش نگاه کنید این سی ماست، خب اول با آ شروع شده، بی ترامتش چیه؟ یکی، به این عدد منفیه، کار خواهیم کرد اینا رو، حد زره نکنید اینا کامل بهتون میگم، اما فعلا قبول کنید که این سیه یه عدد منفیه. خب دقت کنید من برای که شما بتونه راحت با این کار کنم، اینجا یک کلیر وات میزنم، کلیر وات نگاه کن، میگم آقا به من مقدار نگاه کن، از سی میام سی رو نشون بده، آدرس سی رو ببینید، اند سی، بعد اند بی، اند آ، ببینید اند آه دقیقا روی دیباگ باید بمونه، اگه برنامه بسته بشه نمیاری اینا رو براتون، و در نهایت اند وای اند ایکس. خب ببینیم من اینو یه مقدار حوصله سر میدید که این قسمت واقعا یه مقدار بحثش چی هستش،
مقدار سنگینه، من باید اینا قشنگ براتون چیکار کنم توضیح بدم. شما فکر کنید یه حافظه است، یه حافظه ایه که به ترتیب داریم میگیم پایین تر. من یه کوچیکم بکشم که بتونم. دقت کنید، من به ترتیب تعریف کرده بودم، دقت کنید اینا رو تعریف کردم دیگه. چی رو تعریف کردم؟ گفتم سی بی آ وای ایکس به صورت پشتی تعریف میشه. اول نگاه کن حافظه ای که اختصاص میده به سی اختصاص میده. نگاه کنید حافظه ای، میذارم کپی کنم اینا، کپی وریو تو حافظه این اتفاق میفته. نگاه کنید مقدارشو پاک کنم. اول خونه ای که اختصاص داده ببینید صفر ایکس صفر صفر دی اف بی آ سی، این اختصاص داده به متغیر چی؟ سی ما. این سی ماست. خب بعد میام متغیر بعدی کپی مثل تازه به تر میام تا این پایین ها اینجا می نویسم متغیر بعدی منو کنترل وی. این کپی بای وریو باسه ما برنامه شد کنترل وی. خب ببینید چند تا خونه فرق کرده. اگر بخوایم بشمریم نگاه کنید صفر ایکس دی ای اف بی 8 شده از ای سی. من میخوام بهتون یاد بدم چطور اینو ببینه. نگاه کنید این حافظه مموری رو من بزرگ میکنم، میزنم اند سی. نگاه کنید اند سی. خب نگاه کنید سه، ببینید ما توش چی رو ذخیره کرده بودم و دقت کنید من توی این چه مقداری رو ذخیره کردم. ما در مقدار سی کو بزنه کچی کنم، من تو مقدار سی چی نوشتم؟ آ آ درسته، یک یک، دو دو، سه سه. ترتیب ذخیره سردن زده نگاه کنید شده سه سه دو دو یک یک. چرا؟ گفتن اول این میشه اینجا اول اینه. نگاه کنید این سه سه ای که اینجا ذخیره شده اول از اینجاست دیگه، سه سه بعد دو دو بعد یک یک بعد آ. خب گفتم از چپ به راست داره نوشته میشه مثل ریاضی. خب پس این اشتباه نکنید اند سی. بعد اند سی عبارتمون چی بود؟ ببینید من تو بی چی را ذخیره کردم. تو بی بریم اینو من کوچیکش کنم. من توی بی عدد 250 رو ذخیره کردم. 250 رو تو مبنای هگز بنویسیم چی میشه؟ بگم آقا 200 دسیما رو انتخاب میکنم، دکو میگم 250ش، دسیما هگزش میشه چند؟ 100. نگاه کنید الان این حافظه رو نگاه کنید، از اینجا شروع شده تا این قسمت، این حرکت چیه؟ سیه. از این قسمت به این وجهه بی ماست. نگاه کنید من میزنم اند بی، یعنی آدرس جایی رو که متغیر بی بهش اشاره میکنه. نگاه کنید از اینجا شروع میشه، اینو میزنم اند سی. نگاه کنید این سی ماست. خب ببینید چند تا خونه گرفته. ما گفته بودیم عدد این 4 بایت دیگه، یعنی یک خونه، دو خونه، سه خونه، 4 خونه. چطوری هم ذخیره اینو وقتی میخونید اینطوری میخونید آ آ 1 1 2 2 3 3. چون گفتم اینا این اولشه، برعکس ببینید تو نوشتن ما با خوندن ما این اوله این آخره. ما وقتی که مینویسیم اولین ور مینویسیم میشه 3 3 2 2 1 1 آ. این هست. پس ببینید یه بایت، دو بایت، سه بایت، چهار بایت. گفتم هر کدوم از اینا یه دونه نبیره 4 بیته، یعنی هر کدوم از اینا میشه یه بایت. یک بایت، دو بایت، سه بایت، چهار بایت. خب این خونه ها رو بیاید آدرس دهی کنیم. این میشه ببینید AC، این ACه، این میشه AD، این میشه AE، AF، درسته؟ بعد میشه چند؟ بی دیگه، بی صفر، بی یک، بی دو، بی سه، بی چهار، بی پنج، بی شیش، بی هفت، بی هشت. اگر باور نمی کنید میزنم اند بی، ببینید بی هشت. آدرسش رو نگاه کنید، از اینجا کپی کنم. ببین اند بی آدرسش چنده؟ نگاه کنید اند بی آدرسش بی هشت. کپی وریو اینجا نوشتیم بی هشت. نگاه کنید. خب اگر از من سوال پرسید آخه استاد تو گفتی اینت چهار تاست، از اینا باید چند تا خونه میشد؟ یعنی از اینا من میخواستم بکشم یکی دو تا سه تا چهار تا. آخه الان به جای چهار تا شد 12 تا. آخه ببینید
به سه تا شد چند تا؟ دو چهار تاش اتکا ذخیره شده، اما در حقیقت 12 تاست این فاصله، یعنی این فاصله بین اینا. این یه نکته ای که بهتون خواهم گفت چیه. نگاه کنید، دره یه سری رو داره زیادتر جا میگیره، برای متغیرها به خاطر مسائل امنیتی داره زیادتر حافظه میگیره، اما دره 4 تاشو پر میکنه، بقیهش رو رزرو نگه میداره. نگاه کنید، واقعا در حافظه داره این اتفاق میفته. وقتی کامپایل میشه، ببینه بزرگ میکنم، این در حقیقت به من وقتی میزنم اند سی، دوستان نگاه کنید 4 تاش استفاده میکنه، 1 2 3 4. ببینید توی اند بی هم، ببین اینجا هم، ببین یک این بی بود دیگه، این قسمت بیه، نگاه کن این بیه، ببین این سیه، از این خونه تا اینجا سیه، از این خونه تا اینجا بیه، از این خونه تا اینجا دقیقه آه. نگاه کنید، باور نمیکنه، نگاه این خونه هست. هر کدوم از اما دقیقه 4 تاشو پر میکنه، بقیه با یه سری عبارت به نام سی سی پر شده، کامپایلر اینا رو رزرو کرده. بعدا خواهم گفت واسه چی هستش. شما فقط این از من قبول کنید که این چیه؟ 4 تاش استفاده شده. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 4 بایتش استفاده شده، یا 4 8 32 تا 32 بایتش استفاده شده، بقیهش چیه؟ رزرو هستش. حتی اگر شما بیاید اینجا توی کامپایلرتون، بذارید یه لحظه کامنتش کنم، اینو از من قبول کنید. الان من بگم به جای این بزن انتخاب کنم، این دفعه بگم چیا رو برام چاپ کن، کنترل آ بهش، کنترل سی خط بیارم پایین، به جای این کامنتش کنم بگم آ بزن آدرس ها رو چاپ کن. اند یعنی آدرسش رو چاپ کن، آدرس خونه. هر کدوم از متغیرها تو حافظه یه دونه آدرس داره، میگم آ متغیر حافظه های اینا رو چاپ کن. میگم اینجا اند که می نویسم، اند آقا چاپ کن. خب بگم با ستاش کار کنیم، بقیهش هم عین همینه. بزنین ستا رو من که شما رو گنگ نکنه، فعلا با ستاش بگیم جلو، بقیهش رو زیاد میشه گنگ میشه. نگاه کنه، با ستا متغیر بگم جلو. خب ببین الان بگم تو خروجی نگاه کنیم، نگاه کنید 0 0 8 A F A B 8، این سیه. بعد به هر دفعه هم یه چیزی میشه، این دفعه اجرا کردم ببینید فرق کرد، بی هشته بش رو سی چهار دی سف. اما اگه دقت کنید با چهار، ببینید بی هشت دستش، یعنی از اینجا تا 16 چند تا میشه؟ بی هشت، بی نو، بی آ، درسته؟ تا اینطوری بریم 8 از اینجا میشه 4 از اینجا میشه 12 تا باز. اما هر دفعه اجرا کنید یه آدرسی میگیری، یعنی همیشه این آدرسی که من دارم به شما میدم ثابت نیست، الان اینا فرق کرد با هم، اما فاصله شون چیه؟ 12 تاست. خب یعنی نکته اینو گفتم ببینید که آدرس ها رو میتونید بنش، اگه بزنید اینجا اند آ یا اند بی اند سی، آدرس ها رو براتون چیکار میکنه؟ چاپ میکنه. یا اپرسندش رو بزنید، اپرسنداش رو بزنید، اینا رو برامون چیکار میکنه؟ میگه. خب یه نکته به نظر شما، ببینید من میگم سیاد کن، الان میگم برای من تفاوت آدرسه. ببین اند بی، خب اول اند سی بود دیگه، اگر بگیم خب جلوتر میگیم بزرگتر میشه دیگه، بگیم اند بی منهای اند سی رو به هم بده، نگاه کن چی میده. علیرضا امیر، علیرضا سجاد، ببین متوجه شده چرا من اند بی منهای اند سی نوشتم؟ میتونی به من بگید چرا من نوشتم اند بی منهای اند سی؟ به نظر شما آدرس اند سی بزرگتره یا اند بی؟ نه، میکروفونتون باز کنید توضیح بدید، میخوام ببینم که متوجه شدید یا نه. آ چرا؟ آفن. ببین اول سی رو تعریف میکنه، یعنی اینطوری که میاد، ببینید اول سی تعریف میشه، بعد بی تعریف میشه، بعد ای تعریف میشه، بعد وای تعریف میشه، بعد ایکس. یعنی شما چند تا خط داشته باشید از آخر شروع میکنه به تعریف حافظه ها. خب شما هم جای کامپایلر بود این کارو میکردید دیگه، از آخر به اول حافظه میدادید که بتونید جاش بدید، چون از اول به آخر نمیتونستید که. بذار پشته یه دیگه، سی بی آ
وای و چیه ایکسه به این شکل. چون سی رو اول تعریف کرده بعد بی رو تعریف کرده، خب مطمئن باش آدرس های بی از سی چیه؟ بزرگتر. خب الان ببینید من اجرا میکنم، به نظر شما بگم آدرس بی رو منهای آدرس سی کن، یعنی نگاه کنید اینجا بزنید بزرگش کنم، بریک پوینت بزنم، دقت کنید دوستان، بذار حافظه مموری رو برام بیاره. تنها راه یاد گرفتن این مموریه. من خودم خیلی اول آموزش اینا واقعا یکی از بحثای چی هستش سنگین در برنامه نویسی هستش، سعی کنید با این مموری کار کردن توی محیط ویژوال استودیو چیه یاد بگیرید. ببینید اند سی اینجاست تا اینجاست، بعد میزنیم اند بی، نکنید این میشه اند بی، بزن اند سی. خب به نظر شما من بگم آدرس اینو، یعنی آدرس اول اینو، یعنی اینجا رو صفر x صفر f f 7 b 4 رو منهای آدرس اول این کن، ببینید اند بی کن، اند بی جلوتره دیگه چون شده سی صفر. آخ اینا خب ثابته، این سی صفر اولش، این اند سی ببینید بی چهاره، خب سی صفر از بی چهار چیه؟ بزرگتره، پس هم اینو ببینید. خب اما اگر اند الان من بزنم سی تا اینجا چیه؟ بی چهاره، از اینجا عدد بی شروع میشه، این بیه، این بی هستش، این سیه. خب صد صد اگر من الان سی رو از بی کم کنم به نظر عدد چند رو بهم میده؟ آدرس اول بی رو از آدرس اول سی کم کنم چند رو بهمون میده؟ ها؟ نه دیگه ببین، ببین بی رو خب داره آخه رفته رفته ببین این بزرگ میشه دیگه، این سی صف شد، نه ببین این سی صف شده درسته؟ این بی چهاره، خب نه سی صفر، ببین نگاه کن الان این خونه مثلا نگاه کن من بزن اینجا بنویس صدام قطع وصل میشه، صبر کن نگاه کن این خونه اولش دقت کنید اند سی می نویسیم، ببین نوشتم، ببین این اند سیه، این حافظه شروع الان اینه درسته، این اند سیه که این میشد همون متغیر سی ما. اومدم پایین این قسمت اینو گفتم بیه، بذار آدرس بی هم بهت بدم، اینم آدرس بیه ما، نگاه کن اند، اینا خیلی سنگین های مقدار دقت کنید، اند بی، اینم اند بی آدرس بیه. خب اگه اینها رو از هم کم کنم ببین اینا که همش ثابته، نگاه کن این قسمتش ثابته، این ده این بی چهار اولش درسته، این چنده؟ سی صفره. خب دقت کن سی صفر بزرگتر از بی چهاره دیگه، بخواهم همین گفتم اند بی رو منهای اند سی کن، نگاه کن اینجا گفتم اند بی رو منهای اند سی کن، من به نظر تو اینا رو از هم کم کنم چه عددی بهم میده؟ آقا این خونه رو از اول این خونه رو از اول این خونه کم کنم چند میده؟ چند تا خونه فاصله دارن؟ آفرین میده چند تا؟ 12 تا. ببینید 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ببین خودش هم میشه 12 دیگه درسته، یعنی اینو ببین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا. اما اگه اجراش کنم ببین 12 نمیدارن چند داده؟ بزن کجا رفت؟ چند داد؟ سه اه. چرا سه داد؟ دقت کنید کامپایلر به این شکل عمل میکنه، میگه سه تا اینت، میگه اینا سه تا اینت با هم فاصله دارن، یعنی اینا چون ببین اینطوری حساب میکنه، میگه مگه این چهار تا نیست؟ گفتیم یه اینت چند تا خونه است؟ ما گفتیم یه اینت چهار تا است دیگه، یه دونه این دو تا
این سه تا چهار تا، نگفتیم مگه چهار بایت یه اینت؟ میگه 12 خونه با هم فاصله دارن، اما 12 ها اینطوری نشون نمیده، میگه 12 درگه سه تا چیه؟ چهار بیتیه. دوستان دقت کنید، یکم سنگین این جلسه ببخشید، میگه سه تا اینته. این چند تا بود؟ این هر کدومش چهار بایت بود دیگه، درگه میشه چند بایت؟ همون 12 بایت. اما موقعی که نشون میده اینا رو چطوری نشون میده؟ میشه سه خونه، یعنی شما در سی اینو اجرا کنه میگه آقا سه تا اینت با هم فاصله دارن، سی و بی با هم چند تا فاصله دارن؟ سه تا اینت با هم فاصله دارن. اینم بحث چی بود؟ فاصله هامون بود. خب بذار ویدیو طولانی شو برگشو در ویدیو بعدی.